سلام به همه دوستان، خوش اومدی. چی پر شده عزیزم؟ کمپا پر نشده، ولی خب قبلا مثلا توی یه ساختمون 6 نفره 3 نفر زندگی میکردن، الان دیگه مثلا 5 نفر 6 نفر زندگی میکنن. نه عزیزم، شما نیازی ندارین که حتما بازداشت شده باشین و سیاسی خودتو اعلام کنی. باید علم و سیاست رو بدونی. آخه یه سیاست مدار وقتی باهاش صحبت میشه، شیوه صحبت کردنش مشخصه. باید خیلی آماده باشی. بهتره که بعد از 6 ماه و 1 هفته هم اضافه تر، ولی دیگه زیاد نباید بمونی. بعد میگه که کجا بودی این همه مدت؟ اگه جونت در خطر بود چرا زودتر نیومدی؟ ولی برای 6 ماه خورده ای میتونی بهونه بیاری که من به خاطر ترس از دوبلین بود. میگن از کمپ هلند دارن میرن انگلیس. خب یه مقدار خنده داره، اشکال نداره. ما وقت سفارت داریم. سلام، سلام عزیزم، حال شما خوبه؟ بفرمایید. قربونت. دیده نمیشم من. سلامت باشین استاد. من وقت BFS گرفتم برای 3 دسامبر. بله. الان یه فرم آنلاینشو دیدم توی همون سفارت BFS. حس کردم که زودتر وقت میدن. آیا درسته که فرم آنلاین پر کنی و هزینه هاشو بدی و یه اثر انگشتم بدی؟ درست میگم؟ نه، فرقی نمیکنه، چون اینا به نوبت متقاضی چیز میکنن، وقت میدن. VFS، آره VFS یه رابطیه بین شما و سفارت و اونا با سفارت صحبت میکنن. سفارت میگه که چه وقتی رو بده. اونا اصلا خودشون کاری نیستن، اونا فقط رابطن. VFS فقط رابطه. آره. هیچ تأثیری نداره اینکه زودتر از اون وقت بدن؟ نه ببین، اخیراً همون دسامبر رو میدن، چون دسامبر یعنی در حدود 2 ماه خورده 3 ماه بعد. آره. دیگه روال عادیش. آره خیلی ها دسامبر دادن، من در جریان هستم. بعد دسامبر هم خوبیه، وقت خوبیه. شما اگه دسامبر بتونین جواب بگیرین بهترین بهونه است دسامبر و بهترین موقع است که سال 2020. آره به خاطر کریسمس بنویسیم، ما میخوایم کریسمس بریم اونجا و فلان از این حرفا. آره برای برنامه سفرتون خوبه. بعد رزرو هتل هم تو همون تاریخ 3 دسامبر ببرم براشون برای؟ نه نه نه، شما 3 دسامبر میرین، مدارکتونو میدین. دیگه خیلی خوشبینانه بخواین نگاه کنی، باید 20 روز بعد اون به جواب بدن، ولی معمولا طول میکشه، معمولا 1 ماه طول میکشه. شما باید هتل تو برای 1 ماه، 1 ماه و نیم بعد اون وقتی که بهت دادن بری VFS. مثلا شما 3 دسامبر وقت داری، 1 ماه، 1 ماه و نیم بعدش هتل رزرو کن، چون تا اون جواب بیاد. 1 ماه بعد رزرو کنی خوبه، تا جواب ویزات بیاد دیگه هتلت هم آماده است. پس ببرم با خودم دیگه برای 1 ماه و نیم بعد؟ بله بله بله، اینا رو باید همه رو ببری ارائه بدی. ولی من شنیدم، خیلی از دوستان زنگ زدم به VFS که هتل و بلیط هواپیما رو رسما قانونا رزرو کنیم. اونا گفتن نه نیازی نیست، سوری هم باشه کافیه. ولی اینجوری نیست دوستان. ببینین اگه شما سوری رزرو کنین بعد ریجکت میشین، بعدش اگه اعتراض بنویسین جواب اعتراضتون به این شکل میاد که شما به دروغ بلیت رزرو کرده بودیم، به دروغ هتل رزرو کرده بودیم، ما دیگه بقیه چیزات رو نگاه نمی کنیم. درست. پس فقط با تایید خود همون هتل یا همون سایت باشه. بله بله. ممنون، لطف کردی. دست شما در نکنه. خدا حافظ. آره عزیزان، هتل و
رزرو کنین به وی اف اس گوش ندین که میگه سوری باشه سوری باشه، به ضرر شماست، برای اونا هیچی نمیشه، به ضرر شما میشه. اونایی که یک ساله که جواب اعتراضشون نیومده باید پشت سر هم زنگ بزنن، چون یک سال دیگه خیلی مسخره است. یا اینکه اعتراض شما به درشون نرسیده، یا اینکه دیگه خیلی دارن شورش در میارن، باید تماس بگیرید. نه قانونا تو قانونشون نوشته میتونین داخل سفارت اعلام پناهندگی کنی، ولی تو ایران نمیشه. اینو اینجوری بگم، قبول نمیکنن. ژاپن هم پناهنده میگیره، ولی باید هر کشوری میخوای پناهندگی اعلام کنی عزیزم، باید خیلی دلیل محکمی داشته باشی. شما نیازی نیست آدرس کمپا رو داشته باشین، شما فقط خودتون رو باید برسونین به ایستگاه مرکزی قطار آمستردام، طبقه دومش، اداره پلیس، خودتو معرفی کنی، اداره پلیس اسم تو می نویسه و بهت یه کارت روزانه میده، با اون میتونی با قطار و با اتوبوس مجانی بری، خودتو به آدرسی که بهتون میدن، آدرس کمپ، میری اونجا خودتو معرفی میکنی. یا اینکه خودت میری فیلمی که من گذاشتم تو یوتیوب از فرودگاه تا مقصد، اونو نگاه میکنی، بلیت میخری 25 یورو، میری خودتو به کمپ معرفی میکنی. به همون جور. استاد سلام. سلام عزیزم، بزن کنار جریمه میشی. نه من اتفاقا طرف شاگرد نشستم، راننده ای که عزیزمه، یکی از دوستامون هست که داره منو میرسونه تا فرودگاه. من صداتون رو شنیدم، فهمیدم کی هستی. فقط صورت قربان شما. صورت خوشگلتون نشون بده. والا چون بعضی هم میبینه، من اگه اجازه میدی صورت رو نشون ندم، چون بعضی ها کاره من آره عذیت هم میکنم بخاطر همون. فقط میخواستم میگم کاملا حق با شماست، اگه مدرک کامل همه باشه، بری تمکن مالیتون بالا باشه، این کار رو انجام میده. بینید متاسفانه در ایران ما مشکلاتی که پیش اومده، اینقدر دیگه بعضی از آدم های دلال نفوذ کردن داخل همین سفارت ها و بی اف اس ها نفوذ کردن، سخت میدن، نه که ندن، واقعا میدن، ولی خیلی سخت میدن. ولی متاسفانه من به خاطری که بتونم این ویزا رو بگیرم، ناچار شدم به دلال رو بنازم. دلال پول از من گرفت، کارا رو انجام داد، ولی بیشتر مدارک رو از من خواست. حالا یکی دو تا آیتم داشت، سفر منو برد، از دوباره منو برگردون، یه ذره تمکن مالی ما یه خودش بالا پایین کرد، مدارکایی که قلوهاشه که خودش گذاشته بود، حالا با تاییدی که خودش داشت و کاری که تونست واسه من انجام بده، ما تونستیم این ویزا رو هلوهاش یک ماه و نیم پیش بگیریمش. بله بله بله، من میدونم شغل شما چیه و اون شغل شما هم رو ویزا تاثیر گذاشت. این میتونستی خودت هم بگیری، اما خب دیگه دارندگی و برازندگی دیگه عزیزم، آدم پولش زیاد بشه. کاملا حق با شما است، ولی من بخاطر که نمیخواستم ریجکت بشم این کار کردم، بخاطر که دیگه تایم زیادی نداشتم، ریسکش خیلی بالا بود. یکی از آشنای بنده در حالی که 4 ویزای شنگن تو پاسپورتش داشت، در توکل مالیش بالا بود و همیشه هم اقدام میکرد میرفت میومد، متاسفانه این دفعه آخر که اقدام که برای سوئد، متاسفانه ویزا بهش ندادن و اعتراض کرده، هنوز جوابش هم نیومده، نمیدونم دلیلش چیه. در حالی که از لحاظ وضع مالی چندین برابر از من بالاتر بود، بعد از لحاظ شغلی هم هیچ مشکلی نداشت، بارها رفته بود اومده بود، ولی این دفعه آخری که درخواست داده بود، نمیدونم چرا اینو بنده خدا رو چیز کرده، ریجکت کردن، بهش ویزا ندادن. خیلی هم از این موضوع ناراحت بود، ولی به خاطر اینکه حرف خودش اثبات بکنه اعتراض کرد. حالا نمیدونم بنده خدا جواب اعتراضش رو گرفته یا نه، چون دیگه نتونستم باهاش ارتباط برقرار کنم. و الانم که امید خدا کار من درست شده، اگه خدا بخواد ما فردا صبح زود به طرف شما ان شاءالله حرکت میکنیم. ان شاءالله. خب آخه ویزا گرفتن، تمکن مالی میخواد، سند میخواد، گردش مالی میخواد، شانس هم میخواد. حالا دوستتون اون روز شانس نداشت دیگه، خدا رو شکر شانس شما باهاتون بود، الانم که موفق شده، ان شاءالله به سلامت بیاین اینجا و موفق باشید. قربان شما، خیلی ممنون ازتون استاد، واقعا میگم از
و ویدیوهایی که گذاشتیم ما واقعا استفاده کردیم. ببخشید که اومدین تو شهر ما، ما مزاحمتون شدیم، اومده بودین استراحت کنید، یه دونه نیروی جدید بگیرید، ما مزاحمتون شدیم، هم مزاحم خودتون هم داداش گلتون واقعا خیلی به ما محبت کردن. قربون شما، ما میتونیم بیام اونجا به شما کمک کنیم. بچه‌ای که واقعا دوست دارم بیان یه کشوری که حداقل از این یه ذره شرایط بحرانی ایران خارج بشه، ما میتونیم حداقل کمکی هم بهشون بکنیم. لطف داریم، خیلی ممنون، مرسی. ان شاءالله ما به امید خدا اونجا شما رو ببینیم استاد. خیلی خوشحال شدم به امیدی که بیشتر بچه‌هایی که تو این گروه هستن همشون بتونن ویزا بشن و بیان به جایی که خودشون واقعا دوست داره. ان شاءالله معذورتون خدا خدافظ. وحید خان، من منظور سوالتون اصلا نمیفهمم. شما 21 روز جواب چی رو میخوای؟ جواب ویزا رو میخوای یا جواب تقاضای پناهندگی رو؟ اگه ویزا، خب یک ماه هست جواب. اگه تقاضای پناهندگی، الان یک سال خورده ای طول میکشه. شما اگه سه بار منفی بگیرین تو هلند، بهتون یه نامه میدن، میگن که شما یک ماه فرصت دارین اعتراض کنین یا اینکه باید خاک رو ترک کنین. خب طبیعتا شما وکیل دارین، وکیل خودش قبلا این اعتراض رو کرده، بعد دیگه بهتون وقت میدن که برین دادگاه. دادگاه اگه بهتون منفی داد، باز وکیل اعتراض میزنه، میرین دادگاه عالی. دادگاه عالی هم منفی داد، اون موقع بهتون میگن که شما 17 روز 18 روز وقت دارین که کشور رو ترک کنین، خودتون داوطلبانه برین. وقتی شما هیچ کاری نمی کنین، این 17 18 روز تموم شد، میان بهتون میگن آقا شما باید کمپ رو ترک کنین. اون موقع میتونی بری 6 ماه سیاه زندگی کنی و دوباره تقاضا بدی، و اگه دوباره تقاضا بدی ظرف 20 روز بهتون جواب میدن. معمولا کسایی که دوباره تقاضا دادن سریع بهشون جواب دادن و جواب مثبت هم دادن. نه عزیزم، شما اگه ویزای هلند رو بگیری دیگه مشکلی نداری، دیگه شما رو بر نمیگردونن آلمان. اما اگه باز از آلمان ویزا بگیری بیای هلند، بله شما رو بر میگردونن، خیلی راحت بر میگردونن آلمان. اون ویزای آخری شما ملاکه. یکی میبینی در طول سال 10 بار میره اروپا و برمیگرده، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. یکی میبینی آخرین بار وقتی میاد اعلام پناهندگی میکنه، میگن که شما قبلا هم اومدی اروپا، چرا اون موقع؟ شما میگین که من اون موقع هیچ مشکلی نداشتم، ولی این مشکل الان برام پیش اومد، من فرار کردم. و ویزات هر جا باشه همونجا قبولت باید بکنن. مجارستان دوبلینش بگیر و نگیر داره. مجارستان معمولا به تقاضای کشورها جواب نمیده، اگه هم جواب بده فقط میخواد اون پرستیژش رو نگه داره، میگه که بفرستین بیاد. اگه مجارستان گفت بفرستین، خب دیگه اینا میفرستن، ولی معمولا مجارستان جواب نامه رو نمیده و اون زمانش که تموم شد دیگه اینا مجبورن قبول کنن. همسر تو با خود بیاری عزیزم، خیال دیگه راحت تر، مشکلات رو بهتر تحمل می‌کنی. وقتی تنهایی بیای، اگه یکی گفت بالای چشت ابروست، دلت پر میشه. اگه یه بار خنده‌هات کمتر شد، دلت میگیره. وقتی با هم باشین زیر سنگم زندگی میکنین، این خیالتون هم نیست، کما اینکه اینجا بهتون خیلی خوش میگذره، زیر سنگ نیست. سلام، خوب هستین؟ قربونت عزیزم، بفرما. سلامت باشید. قربونت. استاد ما 14 وقت داریم، 14 مهر. انشالله که قبول میشی. انشالله. بعد عرضم حضورتون دیگه تمام مدارکم گرفتم از شرکت و اون چیز، تمام نامه ها رو گرفتم، فقط نامه خب در جریان فکر کنم باشید، ما اردیبهشتمان رو بعد داشتیم که کنسل کرده بودن. بله بله. بعد خب چند بار ایمیل زدیم، گفتن که ما بهتون ایمیل میزنیم که بگیم کی میتونیم بهتون وقت بدیم. بعد 14 مهر گفتن میتونیم، ما هم گفتیم حالا که
این چند ماه منتظر بودیم 14 ماه رو دیگه اوکی کنی. اوکی کردن. حالا ما گفتیم هرچند که میدونم ریسک بریم برای سفارت چیز وی اف اس مدارک ببریم، چون وقت وقت مدرسه پسرم هم هست، فقط مرخصی بچه رو باید اوکی کنم از مدرسه که اونم صحبتاشو انجام دادیم دیگه اینجوریه. نه خب شما مرخصی داشته باشی مشکلی نداری، تو پناهندگی اثری نداره بچه، اما رسیدگی به بچه بیشتر میشه بعدها اگه زمان تقاضای پناهندگی طولانی بشه، به خاطر بچه ها مثبت میدن، ولی همون اول هیچ تأثیری رو پناهندگی نداره، فقط یه مقدار بیشتر بهتون رحم میکنن به خاطر بچه ها. خب عزیزان وقت لایوم تموم شد، همه شما رو به خدا میسپارم تا هفته بعد تا لایوی بعد.